بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بینندگان بسیار گرامی و محترم، السلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم صحتمند و با عافیت باشید و شب و روز را، مخصوصا شب و روزهای رمضان، و بسیار لذت و بسیار خوشی پیش ببرید. با این آرزو شما را خوش آمدید میگویم به برنامه حدیث عشق. و در برنامه امروز ما شما معرفت قرآن کریم که در برنامه های گذشته شروع کردیم ادامه میدیم، ولی در این برنامه و چند برنامه بعدی راجع به قرآن کریم و علم و ساینس صحبت های داریم. قرآن کریم، علم و ساینس، یعنی از نظر قرآن کریم علم چی است، ساینس چی است، چه نوع روش های قرآن کریم داره، چون موضوع علم و ساینس موضوع بسیار بزرگ ای عصر است و همه مردم به ساینس بسیار یک ارزش خاص قائل هستند. و ما شما میبینیم که اسلام چقدر تاکید سر مسائل علم و ساینس به صورت عموم داره و باز بعض ملاحظات را که راجع به ساینس داره هم درباره از او انشاءالله صحبت های خواهیم داشت در چند برنامه بعدی انشاءالله. بس و با این برنامه شروع میکنیم. خود علم و ساینس که ما ببینیم، اول کلمه علم و کلمه ساینس یک کمک متفاوت است از نظر قرآن کریم، تفاوت های یک ذره زیاد داره، اما خب به صورت عموم ما شما ساینس در فارسی علم ترجمه میکنیم در پشتو هم، و به صورت عموم ببینیم که خود این ساینس چه نوع اساسات داره، چه نوع اصول داره، و باز از نظر قرآن کریم، از نظر اسلام ببینیم که چی موقف در مورد از او اصول و در او روش و اساسات وجود داره. ساینس و علم به صورت عموم به اساس چند اصل برقرار است. دو اصل بزرگ اصلا ساینس، یکی اصل مشاهده است و دیگه اصل تجربه است. یعنی ساینسدان ها معمولا یک چیزی را مورد مشاهده قرار میتن و بسیار دقیق و منظم یک چیزی را مورد مشاهده قرار میتن. مثلا ما معمولا یک چیز یک دفعه سعی میکنیم باز نتیجه گیری میکنیم، اما یک ساینسدان یک چیزی را برای چند روز، چند هفته، چند ساعت، یا حتی چند ماه یا چند سال مورد مشاهده قرار میتن و میبینن که در این چه نوع تغییرات بعد از چند ساعت، بعد از چند هفته میآید، چه نوع نمونه ها یا پترن ها را باز در او تشخیص کرده میتونن و بالاخره این مشاهدات خود به شکل یک فرمول در میارن و باز میارن در لابراتوار، باز او را تجربه میکنن و بعد از اون نتیجه گیری میکنن، اگر در لابراتوار امکانش باشه، اگر نباشه در زمان مشاهدات خود نتیجه گیری میکنن و باز درباره از او تحقیقات خود نوشته میکنن، ثبت میکنن و راپور میتن و بعض فرمول ها از نتیجه از به وجود میه، تیوری ها و نظریات به وجود میه و تیوری ها بالاخره اگر ثابت شود در لابراتوار از او باز علم و حقایق به وجود میه. معمولا امی یک روش کشفیات و یک روش انکشافات در ساینس است. البته دیگه طرق هم است، امی طرق های مهم و اصلی است. در مشاهدات البته طبعا تحلیل و تجزیه صورت میگیره، محاسبات صورت میگیره و نتیجه گیری صورت میگیره، ثبت صورت میگیره که باید ثبت شوه، تحریر شوه و در تجارب عملی هم بسیار قدم های بزرگ برداشته میشه. و ساینس معمولا به دو سطح تقسیم میکنن، ساینس نظری و ساینس تطبیقی، که یعنی ساینس نظری سر نظریات و تیوری های گپ میزنه که چطور برای خود علم ساینس استفاده شوه و پیشرفت در اصل ساینس به وجود بیاید، و باز تجارب تطبیقی یا ساینس تطبیقی و اصلا اپلاید ساینس است که باز از این چقدر استفاده های دیگه میشه و بالاخره عطایی به بعض محصولات و بعض وسایل و بعض تکنولوژی و چیزا می انجامه که باز انجینری ویاده و انوالو میشه و شامل میشه، از ساینس زیادتر استفاده میکنن. دیگه این بعض اساسات است که سبب ایجاد، سبب انکشاف، سبب نوآوری، سبب آباد کردن، تعمیر کردن، اعمار و بالاخره سبب وسایل جدید میشه در استفادهش. این حالا بیایی که از نظر اسلام ببینیم، اول از نظر اسلام و از نظر قرآن کریم به صورت خاص
ببینیم که چقدر تاکید سر خود علم میشه، سر خود انکشافات میشه و اهمیت علم از نظر قرآن کریم ببینیم بعد از که چی جایگاهی داره علم و ساینس به صورت عموم در قرآن کریم و بعد از او بعض اصول مشخص ساینس از نظر قرآن کریم میبینیم و بالاخره بعد از یکی دو برنامه باز به معجزات قرآن کریم داخل میشیم که بعض حقایقی که در ساینس کشف شده چطور در قرآن کریم قبلا اشاره شده به او و موجود است. ما گفته میتونیم که اسلام رای علم و دین تعلیم و تربیه است. اسلام رای علم و دین تعلیم و تربیه است و قرآن کریم یک کتاب علم برای تمام بشریت است. چقدر تأکید سر کلمه علم خودش در قرآن کریم شده. کلمه علم 127 بار در قرآن عظیم شان ذکر شده. کلمه عالم، کسی که علم داره، 140 بار در قرآن عظیم شان ذکر گردیده و به تعداد 704 مرتبه کلمه علم و مشتقات و کلماتی که ارتباط داره با کلمه علم مثل تعلیم، عالم و معلم و کتاب و دیگه کلماتی که به ارتباط کلمات از علم استخراج میشه، علم، یعلم، تعلمون، یعلمون، این کلمات اگر حساب کنیم 704 بار در قرآن عظیم شان یاد میشه و برعلاوه 319 مرتبه در قرآن عظیم شان وسایل علم یاد شده. وسایل علم مثل خواندن، نوشتن، قلم، دیگه رنگ قلم و غیره و غیره، کتاب و اینا یاد شده. یعنی این خودش فقط نشان میده که چقدر اسلام سر علم تاکید داره و قرآن کریم به صورت خاص چقدر تاکیدات زیاد سر علم داره و سراسر به اصطلاح از علم گپ میزنه به یک تعداد کلماتی که ببینیم. همچنان ببینیم که در خلقت انسان چقدر از علم یاد شده. خداوند متعال میگه در سوره رحمان علمه البیان، الله انسان علم داد. علم چی ره؟ علم بیانه، علم گپ زدنه. امیاله که من گپ میزنم، هر کدام ما و شما گپ میزنیم، امی علمشه الله برای ما داده که چطور گپ بزنیم، باز چطور ادبیات یاد بگیریم، چطور لسان یاد بگیریم، چطور کلمات خود جمله خود یک جای کنیم. میره کلشه الله برای انسان یاد داده و طفلاک کلان میشه ولو که هیچ کس برشان یاد نده، واسطاستا کلمات یاد میگیرن، گپ میزنن و از بسیار چیزهای دیگه یاد میگیرن. طبعا باز پدر و مادر نقش با اثر را بازی میکنه ولی به صورت عموم یعنی سر گپ میاین، اگه چیز دیگه نه قوم قوم و چیزها میکنن به مو شکل، یعنی گپ خود میزنن تا کلمات یاد میگیرن. و وقتی که آدم علیه السلام خداوند خلق کرد، برش یک صنف را مخصوص دایر کرد که علم برش بده و علم آدم الاسماء کلها. خداوند برای آدم علیه السلام علم اما چیز داد، نام اما چیز یاد داد، نام های هر چیز. نام میفهمیم کلمات است و کلمات کل علم به اساس کلمات است. یعنی برای آدم علیه السلام خداوند یاد داد که این چشمت است، این گوشایت است، این دستت است، این دیوار است، این چت است، این ارسی است. هر چیزی که در دور پیش است برش نام هایش یاد کرد و همچنان به نظر اکثر مفسرین برای آدم علیه السلام قدرت نامگذاری را یاد داد که چطور نامگذاری کنه خودش با چیزهای نو. دیگه ببینیم که چقدر اساس علم از اول در خلقت انسان گذاشته شده و انشاءالله این صحبت دوام میتیم راجع به اهمیت علم بعد از یک وقفه. بینندگان عزیز، بازم خوش آمدین به برنامه حدیث عشق. ما شما شروع کردیم سلسله را راجع به اهمیت علم و ساینس در قرآن کریم و گفتیم که در خلقت انسان چطور علم خداوند درس داده و باز در جای دیگه میگه که الله والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليل والافئده لعلكم تشكرون. خداوند میگه که الله شما را از بطن مادرهای شما بیرون آورد در حالی که هیچ چیز نمیفهمیدین،
و برای شما چی کرد؟ قدرت شنیدن و قدرت دیدن داد و برایتان مغز داد و قلب داد. افعده جمع فؤاد، فؤاد قلب متفکر که قلب و مغز در بر میگیره. یعنی هم قدرت شنوایی و دیدن داد که شما علم جمع کنین، معلومات جمع کنین، و هم قدرت وسایل داد مثل مغز و قلب که بازی معلومات شما تحلیل کنین، تجزیه کنین، نتیجه گیری کنین، عکس العمل در مقابلش نشان بتین. یعنی کل قدرت علم و علم آموزی و تحلیل و تجزیه علم و نتیجه گیری رو بر ما داد. تا آنکه شکران الله را انجام بتین، تا که قدر زیر بفهمین و قدر علم بفهمین و قدر معلوماتی که برتان میرسه و قدر الله را بفهمین که تمامی وسایل برتان داده و تمامی توانایی ها را برتان داده. و همین ترتیب وقتی که قرآن کریم نازل میشه، اولین آیاتی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل میشه، پنج آیت اول سوره علق است که خداوند میگه اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. الله برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه اقرا، قرائت کو، بخوان. بخوان چی رو بخوان؟ به نام پروردگارت بخوان، آن ذاتی که شما را از علقه خلق کرده که یک حالت ابتدایی طفل در رحم مادر، حالت ابتدایی زایگوت یا جنین است، و از این میگه شما را از این حالت، یعنی شما را به وجود آورده. و الله برای شما دادگاه آیات میگه که آیات بعدیش که علم یاد داد توسط قلم و علم را داد که شما یاد نداشتین همه چیزه. یعنی ای خودش نشان میده که چطور قرآن کریم با کلمات علم، قلم، خواندن، نوشتن شروع میشه. و باز در قرآن کریم برای ما دعای بسیار زیبا را یاد میده که موسی علیه السلام میگم و قل رب زدنی علما. برای موسی علیه السلام خداوند گفت که بگو که علم مرا یا الله زیاد بساز، ای پروردگار من علم مرا زیاد بساز. همیشه ما و شما ضرورت داریم که علم خود زیاد بسازیم و یعنی همیشه در فکر ازی باشیم که علم ما زیاد شود. قرآن همین چیز برای ما درس میده. خب چون از علم گپ زدیم و از اهمیت علم گپ میزنیم، خداوند متعال درباره ازی که یک آدمی که علم پیدا میکنه و یک آدمی که پشت علم نمیگرده چقدر فرق است میگه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. الله میگه که آیا کسی که علم حاصل کرده و زحمت کشیده برای علم با کسایی که علم ندارن آیا اینا مساوی هستن؟ انما یتذکروا اولو الالباب. تنها خردمندان از این پند میگیرن، از این گپ درس میگیرن که چقدر یک کسی که علم داره فرق داره از کسی که علم نداره. و دیگه جای الله میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله آنهایی را که ایمان دارن، ایمان آورده اند و آنهایی که علم برشان داده شده، اینا را خداوند به درجات بالا بلند برده. والله بما تعملون خبیر. و الله میدانه با آنچه که شما میکنین. دیگه جای الله کسایی را که واقعا علم دارن و علم حقیقی دارن و حقایق دارن، اینا را میگه که هر قدر علمشان زیاد شود اما قدر اینا عظمت الله را درک میکنن و از مقابل الله یک هیبت را احساس میکنن. انما یخش الله من عبادی العلماء. میگه بشک ای کسانی هستن که علم دارن، علما هستن که ترس و هیبت از الله دارن. چرا؟ عظمت الله را درک میکنن. هر قدر که علم زیادتر پیدا کنن، اگه علم حقیقی پیدا کنن، اینا زیادتر میفهمن که گپای الله یعنی چی، خود الله یعنی کی و خالق این جهان یعنی کی. زیادتر اینا احساس مسئولیت در مقابل خالق خود میکنن. و پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم میگه که فضیلت یک عالم بالای یک عابد مثل یک قمر، یک مهتاب در مقابل مهتاب شب 14 در مقابل سایر ستاره هاست. یعنی فرقشان همونطور گفته های دیگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این باره داره. ما چون ما شما به قرآن کریم زیادتر توجه میکنیم، تنها یکی دعای پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکبر ما کرده یاد میکنیم. یعنی بسیار هدایات زیاد از طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم راجع به اهمیت علم و دانش است.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک دعای زیبا را بر ما یاد داده که همیشه این دعا را ما و شما بکنیم. میگه که این دعای تر است که اللهم علمنی ما ینفعنی، اللهم علمنی ما ینفعنی. یا الله مرا علم بده که واقعا سودمند به ما واقع شوم، مفید واقع شوم، منفعت بر ما بده، منفعت حقیقی. و باقی دعا میگه و انفعنی بما علمتنی، و آنچه را که به ما یاد دادی، علم دادی در سابق، او را به ما نافع بساز، مفید بساز. یعنی چیزی که برای آل و در آینده یاد میتی، چیزی یاد بده که مفید باشه، و چیزی را که سابق هم یاد گرفتیم، او را برای ما مفید بساز که واقعا به دردم بخوره، به دنیا و به آخرت به دردم بخوره. تو نباشه که هر علم باشه که هیچ باز به درد نخوره در اصل، در حقیقت. و مثل یک دعای دیگه زیبا بسیار رسول الله صلی الله علیه وسلم میکرد که برای ما یاد داده که اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع. یا الله مرا نجات بده یا پناه میخوایم به تو از علمی که او برای ما باز مفاد حقیقی نرسانه، مفاد حقیقی در آخرت و حتی در دنیا. و امتر میگه باز دعای دامه میکنه که و من قلب لا یخشه، مرا پناه میخوایم از این که قلب داشته باشم که بازو خاشه نباشه، و من نفس لا تشبع، و از نفسی که باز راضی نشه، و من دعای لا یسمع، و از دعایی که بکنم بازو شنیده نشه، از این من نجات میخوایم. بله، فضیلت علم بسیار زیاد است و بسیار تاکید میشه که مسلمان باید پشت علم بگرده، پشت دانش بگرده و علم و دانش خود هر روز زیاد بسازه. با این اختصار درباره اهمیت علم به یک به یک وقفه بریم و بعد از بعض نکات دیگر درباره علم یاد کنیم. بینندگان بسیار عزیز، بازم خوش آمدید به برنامه حدیث عشق. ما شما صحبت های را شروع کردیم درباره علم و ساینس از نظر اسلام و از نظر قرآن کریم مخصوصا، و درباره اهمیت علم در چند دقیقه گذشته صحبت کردیم و حالا بعض نکات دیگر را یاد میکنیم. یکی از نکات بسیار عمده درباره علم که انسان باید همیشه را یادآوری کنه به خود و به دیگران، که علم و دانش یک امانت الهی است. الله بر ما این علم داده و یک امانت است، و یک امانت همچنان مسئولیت داره. خداوند برای ما میگه که فذکروا الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، سوره بقره است آیت 239. خداوند میگه شما بیاد بیارین الله را و متوجه الله یعنی باشین، متوجه مسئولیتتان در مقابل الله باشین و الله را یاد کنین، همان طوری که برای شما علم داده، علم چیزی را که نمیدانستین شما سابق. بسیار مهم است که همیش یاد ما باشه که الله علم برای ما داده. در دیگه جایی در سوره بقره آیت 283 که یک آیت بسیار مشهور است به نام آیت دین، در طویل ترین آیت است که تقریبا یک صفحه ترا یک آیت است، که وقتی که خداوند میگه قرض میگیرین شما، قرضایتان حتما معامله که میکنین یا قرض میتین نوشته کنین، و باز شما یک کسی اگه خودتان نوشته را یاد ندارین، یک کسی دیگر بخواین که ایره نوشته کنه. و باز بسیار زیبا برای این کسی که نویسندگی را یاد داره چی میگه خداوند؟ میگه ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله. میگه کاتبه که شما باز میگین که بیا نوشته کنم معامله ما را که من خودم نوشتن یاد ندارم، کاتب باید رد نکنه، باید ابا نورزه از این که نوشته کنه. چرا؟ الله برش ای علم نوشته نداده. بله، الله علم نوشته برش داده. این حال ما شما میفهمیم که ظاهرا کاتب شاید از یک معلم خود، از پدر خود، یک کسی نوشته یاد گرفته، اما ایر الله به خود نسبت میده. چرا؟ الله علم در اصل علم از الله می، هر نوع علم و شمول علم نوشتن و وسایلش مساعد ساخته و توانایی هایش و دیگه کس داده و شرایطش مساعد ساخته که ما علم یاد بگیریم یا نوشتن یاد بگیریم. از او خاطر الله به خود نسبت میده که یعنی ما علم برای دادیم تو دیگه، این علم در خدمت دیگر آ قرار بده، در خدمت جامعه قرار بده، و علم با خود نگاه نکو و بخیلی نکو. اگر یک کسی در جای دفتر کار میکنی یا در استاد هستی یا معلم هستی، یک کسی پرسان میکنه، ضرورت داره که یک چیز را بفهمه،
اموره شریک بساز چیزی را که الله برات علم داده و ایر فکر نکو که باز نالی یاد گرفت باز از مکره خوبتر میشه یا تو میشه نه ثواب زیادتر تو میگیری و برکت در علمت زیادتر خداوند میاره وقت علمت شریک میسازی با امی نیت با دیگرها. لذا علم یک امانت الهی است و این امانت باید در خدمت جامعه و مردم قرار بگیره در خدمت دیگرها. همچنان علم قدر اهمیت خاص در اسلام و در قرآن عظیمشان داره که خداوند برای ما میگه که شما هیچ وقت موقف نگیرین بدون دانش و بدون علم در یک موضوع موقف نگیرین یا پیروی کورکورانه نکنین تا که علم ندارین. خداوند میگه ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. در سوره اسراء سوره ابدا امس آیت 36 خداوند میگه شما موقف نگیرین یا پیروی نکنین با آنچه که علم ندارین. چرا؟ گوش های شما چیزی که مشنوه، چشم های شما چیزی که میبینه و فؤاد و قلب و مغز شما همه به شکلی که شما علم میگیرین از طریق قضیا باز پیش الله مسئول هستین، از طریق قضیه یعنی حواستان مسئول است و خودتان مسئول هستین در مقابل استفاده از این حواس بدون علم و سوال میشه از پیشش. یعنی یک چیز مطالعه کنین، یک چیز خوب بفهمین، باز یک موقف بگیرین، باز یک نظر بتین، باز دعوا کنین سر یک چیز بدون علم حقیقی دعوا نکنین. و دیگه جای خداوند میگه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. شما اگر صادق هستین، شما اگر راستی راست میگین، خی بیارین برهانتانه، دلیلتانه بیارین، علمی که داری به اساس علم دلیل بیار، به اساس حدسیات علم نبیار، به اساس بعض نظریاتی که یک چند نفر داده نبیار، علم واقعی علم حقایق است، بیار یک ثبوت یک سند. لذا میبینیم که بسیار اهمیت خاصه در قسمت استفاده علم و شریک ساختن علم با دیگرها و ای که خود انسان بدون علم کدام موقف رو نگیره و پیروی نکنه یک چیز زیاد میشه در قرآن کریم. خب این حالی گفتیم که قرآن کریم خودش یک روش ساینسی داره، اینو در اول یاد کردیم. یعنی ساینس وقتی که ببینیم که چی اصول داره، همون اصولش در قرآن کریم ما ببینیم. گفتیم دو اصل بزرگ ساینس، یکی مشاهده است و دیگر تجربه است. و امی دو اصل ببینیم که در قرآن عظیمشان چقدر تاکید میشه. اول ببینیم که اصل مشاهده را ببینیم و پیش از اینکه در این دو اصل داخل شویم یک چند نکته دیگر را یاد کنیم راجع به اهمیت روش ساینسی در قرآن کریم. قرآن کریم دارای تقریبا 700 آیت است که به ارتباط طبیعت و به ارتباط حیات و وجود انسان و دیگه مخلوقات صحبت هایی دارد. 700 آیت از جمله 6236 آیت، یعنی زیادتر از 10% قرآن کریم سر مسائل طبیعت و وجود و اینا گپ میزنه که میتونیم بگیم به ارتباط علم و دانش علوم طبیعی و غیره. و از نظر قرآن کریم هر پدیده طبیعی یک آیت الله هست. از نظر قرآن کریم هر چیزی که در جهان است و واقع میشه یک نشانه الله هست. شب، روز، آفتاب، مهتاب، زمین، کوه، دریا، ابر، باران، برف، سنگ، چوب، همه چیز چی است؟ نشانه های الله هست، آیات الله هست. نشانه کلمه آیت است. یعنی اگر هر کدام از اینا را انسان مطالعه دقیق و مطالعه مخلصانه بکنه، همین هایی را به طرف الله میکشانه. از این خاطر میگیم این نشانه های الله است. یعنی مثل که ساین های سرک را، نشانه های سرک آدم میگه ایسو برو یا اوسو برو یا اینی طرف که بری اینی طرف از این طرف در ممالک غربی برام جی پی اس که بر آدم نشانی میده که نال ایسو برو اوسو برو. یعنی ساین های سرک بالاخره ما را به کجا میبره؟ به هدف، به دستنیشن میبره. اینه بطور قرآن کریم هر پدیده طبیعی را میگه یک نشانه الله است. یعنی اگر مو پدیده طبیعی را تو صحیح مطالعه کنی تو را به الله میبره و ایمان میاری. مثلا یک حیوان بگی مطالعه کن، یک نبات مطالعه کن،
یک برف برف باران را مطالعه کن. هر چیزی که مطالعه کنی که این چطور به وجود میه، این چطور به وجود آمده، حتما یک سبب داره، یک خالق داره و انشالله به سبب ازی میشه که انسان به الله ایمان بیاره. و به می اساس گفته میتونیم که طبیعت پر از نشانه های الله هست، طبیعت پر از آیات الله هست. و گفته میتونیم که دو قسم کتاب وجود داره، یکی کتاب بسته قرآن کریم است، یکی کتاب باز که طبیعت است، یعنی خود طبیعت هم انسان به طرف الله میکشانه، ولی کتاب باز جزئیات زیر میگه. انشاءالله این صحبت در برنامه بعدی ما و شما ادامه میتیم. بسیار مسئله مهم است که نشانه های الله در طبیعت و روش ساینسی قرآن کریم در برنامه بعدی. خداوند متعال ما و شما را توفیق بده که تفکر عمیق درباره موضوعات بکنیم و زیادتر به قرآن کریم از نگاه علم و عمل چنگ بزنیم. آمین یا رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله.